بسم الله الرحمن الرحیم یه نکته هم توی سوالا بود برمون فرستاده بودن حالا امروز ف... یه ضبطی راجع به فولاد داشتیم گفتم من راجع به یه صحبتی بکنم این اه... یه بحثی در مورد اظهار نظر برخی از سلبریتی‌ها راجع به مقدسات پیش اومد ببینید اه... یه دو تا نگاه اشتباه وجود داره یکی اینکه همه چیز صفر و صدی دیدن خب و دو گذشته یک نفر رو ندیدم ببینید تو چه کانتکسی تو چه فضا این حرفا زده شده ببین خب حداقل بنده که حداقل فکر یکی دو بار با آیه کریمه انتقاد داشتم کریم علی کریمه فوتبالیست و ایشون هم یه جایی مثلا انتقادات و نقدایی حتما به من داشته من دیدم بعضی خب اما این موجب نمیشه که ما یک مسئله رو غیر منصفانه در من متن اسخایی از واقع ما اول این کارشون قابل تقدیره و بعضی دیدم آقا تو کجا کمک کردی چه جوری کمک کردی نخیرش یه سرچ ساده آدم انجام بده خدمت شما عرض کنم که ایشون ید طولای در کار خیر داره واقعا خب من تو ادبیات ایشون دیگه ایشونه. دیگر. اخلاق داره با چند تا در واقع دوست مشترک هم داریم با ایشون یعنی فوتبالیایی که هم با من دوستن هم با ایشون میگم یعنی چه خلقیات خاص خودشو داره بعد متن هم که نوشته بودن که مثلا به جای زنی برید مثلا این کارو انجام بده به جای نظر دادن برید این کارو انجام بدید من یه توییتی زدم اون موقع گفتم آقا هم سینه زنی کنید هم کار خیر انجام بدید اینا نافیه هم نیستش که این شب اون روزه نه حتما منظورشون اینطور بوده شجاعتشون در وسخای این که جلوی مردم قرار نگرفتن این که ایشون تصاویرشون از خودش داره نظری میده این به معنی نیستش که یه نفر بیاد بگه ای یادم رفته داشتم نظری میدادم نه حتما همینطوره خب و چقدر خوبه که واقعا حالا این قصه و فرماشیشون یه بهانه قرار بگیره ما یه خورده یاد بگیریم واقعا نظرامونو خوب و دقیق انجام بدیم یعنی چی امروز نگاه بکنیم ببینیم شاید مثلا توی این اوضاع گرونی خونه خب یکی از بهترین نظرا میتونیم باشه که واقعا ما پول پیش مثلا چی بخش از اجاره چه میدونم حالا شاید بخشی از اجاره یه نوع اون چی بگم اون عزت و کرامت نفس این نفر زیر سوال ببره اما میشه پول پیشی مثلا به این نفر قرض داد خب اینم نظر خب اون برای با نیت امام حسینا با نیت امام هم این کار رو انجام بدیم خیلی کار خوبیه آقا یه نفر کمک کنیم مثلا یه چه میدونم یه ماشین بخره بدن بره کار کنه با ماشینش چه میدونم امروز خوبه که دست هم رو بگیریم و این قدم سری به جون هم دیگه نپریم و درخواستی هم که من از این بزرگواران عزیزان دارم توی حداقل در مقابله با اعتقادات مردم خب یه خورده توی استفاده و استعمال کلمات دقتی بیشتری بشه برخن اعتقادات مردم مردم همونطور من دیدم تو متن نشون نوشته که ما هم, هم از بچگی منتظر بودیم که محرم بشه خب امام حسین مردمه خب مردم از جیب خودشون میان خرج میکنن سال هاست دارن خرج میکنن یا مثلا اگه نظری هم میدن به این که خب یه نظری بدیم عوض شفا بگیریم پنج <تصفح> <تصفح> این کارا که نیستش که امام حسین به مثلا شفا بده نده هر چی که ما فهمیدیم میگه آقا تو کار دعاتم بکن کار عاقلانه‌ت انجام بده بیمارستانم برو ما اگه تو دینمون بهمون یاد دادن میگه اللهم مشبه کل مریض خدای همین مریض رو شفا بده خب دعا میکنیم درسته اما خودمونم یه اقدامی میکنیم این همه بیمارستان ساخته شده توسط خیری خب اینم نذر روده دیگه مگه بده الله مشبع کل جان کل خدای کل کلی از این گرسنه ها رو سیر کن الله مکس کل اوریان خدای نمیدونم کسی که لباس ندارن لباس تنشون کن خب آدم... اینکه خود خدا نمیاد قضا بپزه به کسی بده حواریون حضرت حواری عیسی نیست که آز آسمان و نون به بار پایین که خدمت شما عرض کنم این به دست جامعه باید صورت بگیره یعنی این دعاها داره به ما یاد میده اگه میخوای به خدا نزدیک بشی برو گرسنه رو سیر کن برهنه رو بپوشون زندانی رو آزاد کن خب ما داشتیم که سلبریتی همون کسی که همین کارم رو هم کرده من همین چند وقت پیش خبر خوندم در مورد های چاوشی که داریم 800 نفر چقدر یه عددی زیادی بود الان حضور زن ندارم خب که از زندانی ها با کمک ایشون با کمک آبروی ایشون دیگه اومده وسط گفته مردم بیا پول بذاریم کمک کنیم اینا از زندان رهایی پیدا کردن خب این چقدر ارزشمنده خب این تو ادبیات دینی هم داریم میگه خب برید برده زندانی آزاد کنیم اصلا همین میدونی یعنی چی میگه میخواد به من خدا نزدیک بشی برو برده آزاد کن ببینین چی یعنی من خدا برده داری قبول ندارم این معنیش اینه دیگه ببینید این نگاه اینجوری مثبت بیاریم یا مثلا چه میدونم حالا مردم یه لطفی دارن به یه حرم امام میکنیم از من بپرسید همین الله امام رضا اگر مثلا ازش سوال بپرسیم میگه آقا شما راضی هستید مثلا یه نفر تو این مشهد سر گرسنه زمین بگذاره بعد مثلا چه میدونم زیر پاش مثلا فرش نداشته باشه بعد شما مثلا اینقدر فرش باشه توی حرمت قطعا میگین خب اما خب ما یه فرهنگی داریم فرهنگ وقف یعنی وقتی این آدم وقف کردین برای اون حرم ما اجازه نداریم خیانت در امانته بهتره بیایم چی بگیم بگیم ببین امروز حرم امروز فرش نمیخواد امام رضا راضیه تو بری اون دختر جایزیه شو کمک کنی اما بذار راضیه تو بری اون فرد از اعتیاد نجات بدی بیایم روی فرهنگ سازی این کار کنیم خب سلبریتی ها بیان پیشگام بشن ما مخلصشون میگیم حمایت میکنیم چرا حمایت نکنیم ما دنبال پیشرفت و رشد کشورمونیم مگر یعنی نه با کسی پدر کشتگی داریم نه با کسی مثلا چه میدونم دشمنی داریم نه تو همین سلبریتی رو دارن کمک میکنن داریم اسم میبریم اونایی که ببین اونایی که قبلا کمک کردن یه اختلافی هم به وجود اومده یه مشکل پیش اومده ما خودمون میگیم آقا فراموش نکنید ایشون همون آدم ها هم آدمی که کمک میکرده خب بعضی از دوستانم حالا من دیدم مثلا دوستانش اومدن مثلا اومدن کمک کنن خیلی بدتر خرابش کردن مثلا اینکه اومدن فوتبالیستا عزیزان اومدن بود که خدمتتون عرض بکنم این زمانی که توی مثلا باشگاه بودیم سه چهار پرس غذا اضافه تر میگرفت مثلا میبرد میداد به کاری و یه قصه شد که به جیب خودش نمیداده نمی نمیدونه فر نه خیر یه سرچ ساده بکنیم موارد متعدیشون از جیب خودش هم کمک کرده خب این درسته شو بعد ببینیم و از اون برای همون تو تاکید کردم تو کاربرد کلمات علل خصوص که اعتقادات مردم جایی که امنیتی کشور وسطه بخور دقت کنیم آقا مهدوی کیا مثلا اومدن یه نکته فرمودن یه زمانی که آقا ما به جای اینکه بیایم تو سوریه چیکار کنیم اینجا ورزشگاه بسازیم خب حرف حرف غلطی بود دیگه چون بودجه دفاعی جدا بودجه ورزش اصلا اینم نیستش که بودجه مثلا ورزشو کم کردن به خاطر مسائل دفاعی مسائل دفاعی ما بودجه دفاعی ما جز کمترین کشورا تو دنیاست به بررسی کشور دور برمون فقط برید شما نگاه بکنید خب از غذا غذا دایشا وقتی اومدن تو همون سوریه شروع کردن ورزشگاه خراب کردن اوه این نکتهش بوده دیگه ورزشگاه زدن خراب کردن بعدش های مهدوی کیا بعد از این جریان رفتن دیدار خانواده شهید فرزانه از شاد مدافع حرم که یه پیامی رو بفرستن که آقا من یه حرفی رو که اونجا زدم به این معنی که امنیت کشور رو تضعیف کنم یا یه وقتی خانواده از من دلخور بشن من دانشجو مو خمینی سخنگوشم گفتم ما دست شما رو می‌بوسم مشکل شخصی که ندارم با کسی اما اون حرف نسنجیده بود این کار سنجیده الان هم همینطوره تو استفاده از کلماتی که در مقابل دینه در مقابل اعتقادات مردمه دقت بیشتری صورت بگیره